لابد کسی درباره جوزف کا گزارش دروغ داده. او میدانست که هیچ خطایی از او سر نزده، اما یک روز صبح دستگیرش کردند. محاکمه با این جملات شروع میشه. یکی از مشهورترین رمان‌های فرانس کافکا. شخصیت اصلی جوزف کا بی هیچ دلیلی دستگیر میشه و میفته توی یه مسیر گیج کننده. نه دلیل دستگیریش معلوم میشه، نه نوع و ماهیت رسیدگی دادگاه. این ویژگی اونقدر در آثار کافکا تکرار شده که منتقدا براش یه واژه جدید ساختن: کافکاسک، یا بهتره بگیم کافکایی، کافکاوار. کافکایی یعنی موقعیتی که بی دلیل پیچیده و نومید کننده است، مثل درگیر شدن در پیچ و خم کاغذبازی و دیوان سالاری. داستانای کافکا درباره جنبه‌های روزمره و عبث دیوان سالاریه و تا حدی حاصل تجربه کاری خودش در شرکت بیمه است. خیلی از شخصیتاش کارمندایی هستن گرفتار موانع متعدد در مسیر موفقیت. بعضی وقتا مسیر موفقیت اونقدر غیر منطقی و گیج کننده است که موفقیت رو بی‌معنا می‌کنه. برای مثال در داستان کوتاه پوزیدون، این خدای یونانی اونقدر درگیر کاغذبازیه که اصلا وقت نمی‌کنه سری به مملکتش، یعنی دنیای زیر آب بزنه. طنز قضیه اینه که حتی یه خدا هم نمیتونه از پس این همه کاغذبازی در دنیای مدرن بر بیاد. فقط بیهودگی یا کاغذبازی نیست، بلکه نوع واکنش شخصیت هم هست که کار کافکا رو شاخص میکنه. داستانه تراژیکومیکش نوعی اسطوره‌سازی عصر صنعتی مدرنه. از منطق رویا استفاده میکنه تا روابط بین نظام‌های قدرت خودکامه و افراد گرفتار در اونا رو واکاوی کنه. مثلا نگاه کنیم به مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گریگور سامسا یه روز صبح بیدار میشه و میبینه به یه حشره بزرگ تبدیل شده، مهمترین نگرانیش اینه که به موقع سر کار نرسه. البته منبع الهام کافکا منحصر به قلمروی اقتدارگرای محیط کار نیست. دنیای درونم کشمکشای خودش رو همراه میاره. داستان کوتاه هنرمند گرسنگی توصیف شرایط یه بازیگر سیرکه که نمایشش چیزی نیست جز روزه های طولانی. اون نگرانه که ممکنه مدیر سیرک مدت روزش رو به 40 روز محدود کنه و با این کار مانع بشه که اون در هنرش به اوج برسه. اما وقتی نمایشش محبوبیتش رو از دست میده، مدیر سیرک هم کاری به کارش نداره و آزادش میذاره تا از گرسنگی بمیره. هیچ قضیه اینه که اون در گمنامی میمیره و با پشیمونی بالاخره اعتراف میکنه که هنرش چیزی بیش از یک فریب نبوده. روزه گرفتن او از روی قدرت اراده نبود. علتش این بود که هیچ وقت غذایی که دوست داشت گیرش نیومد. حتی در محاکمه هم که مستقیماً به دیوان سالاری میپردازه، قوانین مبهم و آیین دادرسی گیج کننده بهانه‌هایی برای توصیف یه وضعیت خیلی خوفناکتر هستن. اینکه چرخ وحشتناک نظام قضایی هیچ وقت از حرکت باز نمی ایسته و حتی قدرتمندترین مسئولان هم نمیتونن اونو متوقف کنن. این نظام در خدمت عدالت نیست، تنها کارکردش اینه که بقای ابدی خودش رو تضمین کنه. وضعیتی که هانا آرنت استبداد بدون حاکم مستبد نامید. با این همه در دل این وضعیت هولناک، داستانای کافکا پر از طنزیه که ریشه در منطق بی‌معنای وضعیتهایی داره که توصیف میکنه. پس از یه نظر شناسایی وضعیت کافکایی در دنیای امروزه راحته. زندگی ما روز به روز بیشتر در دست سیستم‌های اداری ناشناخته‌ای میفته که همه جنبه‌های اونو کنترل میکنن. حرفای ما رو کسانی قضاوت میکنن که نمیبینیم و بر اساس قوانینی که نمیشناسیم. از طرف دیگه کافکا توجه ما رو به امر عبث جلب میکنه و بدین وسیله کمبودای ما رو به خودمون برمیگردونه. با این کار یادمون میاره که این دنیا رو خودمون ساختیم و خودمونم میتونیم تغییرش بدیم.